آخ چون لایو دومتون اینستاگرام دوممون از بلاک در اومد، دمتون گرم. حالتون چطوره دوستان عزیز؟ چه خبر ها؟ چی کارا میکنید؟ اینستاگرام دوممون از حالت سخته با ماسک صحبت کردن و ماسک در میارم حال نمیده. دمتون گرم. اینستاگرام دوممون از حالت بلاک در اومد، خدا رو شکر. میگه شما ما اینستاگرام اولمون لایف بدیم برای شما بشن. خب ما فردا برنامه داریم، برنامه رو آماده کردیم و تقریبا فکر کنم 14 تا برنامه باشه اگه اشتباه، یا 13 تا برنامه است آماده کردیم. فردا خیلی صحبت های زیادی داریم. امشب هم رویترز زد که خب سر داستان قانون سزار آمریکا یکی از ساتراپ های ایران مشکل پیدا کرده بود در مورد رسوندن نفت و بحث سوختش، و ما خوشبختانه در هفته‌ای که گذشت 3 تا نفتکش بزرگمون به بندر بانیاس و بندر الحمیدیه ترتوس رفت و تونستیم به ساتراپ سوریه نفت برسونیم و آمریکایی‌ها هم طبق معمول تماشا کردن. و خب فردا 13-14 تا برنامه مهم داریم در خدمتتون، همه اینا رو باز میکنیم. الان کسی رو نمیتونم بالا بیارم، شرمندم، ولی کامنتاتون رو میخونم. یکی میگه فیلماتو کجا دانلود کنیم؟ قربت برم، هم تلگرام هم، هم یوتیوب هم، همه جا هست دیگه، پدید تو بشم من. آره بعد الان هم خب تونستیم خوشبختانه به سوریه نفت برسونیم و آمریکایی‌ها هم نتونستن کاری کنن و این یه اقتداره. گفتم بهتون ایران وارد یک هژمونی دریایی و یک هیمنه ژو اقتصادی داره میشه. اینا اصلا یه سری جملات نیست من یاد گرفته باشم بخوام بگم که مثلا حالا الان بگیم یه سری چیزا رو داریم میگیم، نه، اینا حقایق میدانی است. و خب خوشبختانه هر لحظه که این حقایق میدانی رو ما داریم میبینیم که به نتیجه میرسه، خب خیلی هم بیشتر خوشحالیم. نمیدونم چرا دوربینم یه خورده کثیف شد. خب اینه میگه قطع وصل میشه، نه قطع وصل نمیشه، اوکی هم اینترنت هم که خوبه، فدای تو بشم من، اینترنت هم خوبه، چرا قطع وصل بشه؟ نه دستم رو گذاشتم روی چیز. خب ببینم که میتونم فدای تو بشم و زنده باشید، دمتونم گرم. خب در مورد زندگی خصوصی میشه نپرسیدی، خوش شد که پست گذاشتم گفتم که بدون شهر شرح بیشتر نمیدم. خب دمتونم گرم، فدای شما بشم. دمتونم گرم، فدای شما بشم. یه دوتا اومدم اینجا شام بگیرم ببرم خونه با همسر جان شام بزنیم. من این رستوران های این محله را کارای خوشکیز کردم و پولدار کردم. هر شام هشم حسابی خوش وقتشون کردم. خب شما فاجله بالا بکن، در مورد خصوصی رو ولش کنید. برام نکته دیگه این بود که یه گزارش خیلی جالب هم بلومبرگ در مورد رشد اقتصادی ایران داره نوشته، خیلی جالبه. میگه با این وجود اینکه ترامپ تلاش کرد که اقتصاد ایران نابود کنه، ایران در شرط کرونا اقتصادش داره رو به رشده. و اینا مثلا من نمیگم، این الان بلومبرگ داره میگه. فردا اونم برنامه میذارم، فردا برنامه های جالبی داریم. در مورد اونم که تا هفته تو 10 روز گذشتم که یه رکوردی بود، هر شب یک رسانه ضد ایرانی در کانال های ماهواره‌ای به من حمله کردن، به جز نوریزاده خداییش هیچ کدومشون نظر منو جلب نکرد، که حالا فردا از خجالت آقای نوریزاده در میام. مردک اینا چه اعتماد به نفسی داره واقعا. حالا فردا اوکی، هنوز نمیتونه گره کراوات ببنده به من میگه که از اون اومدم یاد گرفتم چی بگردم. بگذاریم. بعد یه نکته دیگه هم که برای فردا ما برنامه داریم، میگم فردا برنامه خیلی مهم میدارم. یه برنامه دیدم در صدا و سیما، خیلی ناراحتم کرد. پاسپورت ایرانی رو داشت تحقیر میکرد و میگه پاسپورت ایران از آخر مثلا اول و تحقیر میکرد پاسپورت ایرانو، که خیلی به من برخورد این قضیه و خیلی به من فشار آورد که حسابی حالشو خواهم گرفت. حالا این دوتا مجری خواهم گرفت. اینکه به نظر من پاسپورت ایران بی ارزش نیست،
اتفاقا به نظر من یکی از با ارزش‌ترین پاسپورت‌های کره زمین پاسپورت ایرانه. دلیل هم داره، به خاطر اینکه ایران داره مقاومت میکنه. اینکه شما با یه پاسپورتی بتونی خیلی جاها سفر کنی، این به منزله اون ارزش معنوی نیست، این به منزله اینه که شما تونستی در اتفاقات پس جنگ جهانی دوم با اون بحث داستان فاتحان جنگ کنار بیایی و با اون قوانینی که در راستای منافع اسرائیل نوشته شده شما تونستی همخونی داشته باشی. اینکه ما در زمان پادشاه فقید پاسپورتمون میتونست خیلی کشورها بره، اتفاقا این دلیلیست بر استعمار کشور ما، این دلیلیست بر بی ارزش بودن پاسپورت گذشته. چرا؟ چون حکومت پادشاهی مجبور بود باج‌های گسترده‌ای رو به آمریکایی‌ها بده، به مستشاران آمریکایی بده. حالا فردا بیشتر برنامه خواهم ساخت در این حوزه و تونست بیشترین باج‌ها رو بده به مستشاران آمریکایی، چون مستشاران آمریکایی میتونستن در ایران باشن، اقتصاد صهیونیستی بین المللی میتونست در ایران فعالیت‌های اقتصادی داشته باشه. حالا دو تا بچه‌م اومدن بغل ما، دلم نمی‌کنن دارن حرف می‌زنن. بعد اینا میتونستن اقتصاد رو چیز کنن، در کشور ما دخالت بکنن. خب اومدن ثابت کردن که آقا پاسپورت ایران بتونه بیشتر جاها سفر کنه. این یعنی بی‌ارزش بودن پاسپورت ایران در زمان پادشاهه. در زمان اکنون ما مقاومت کردیم، جلوی تمام اقتصادهای صهیونیستی رو در کشور خودمون گرفتیم و این پاسپورت ما بی‌ارزش نیست. من متاسفم این حرفا رو تو صدا و سیما بعد بشنویم و یه فضای چندشاوری از نظر سیاسی. خیلی ناراحت میشم از این نظر. من به نظرم پاسپورت ایران یکی از قوی ترین پاسپورت‌های روی کره زمینه. ارزش رو من در این که در چند تا کشور با یه پاسپورت میتونی بری نمیبینم، در این میبینم که امروز فشار بهشون اومده چون ما نذاشتیم اقتصاد اسرائیلی در کشور ما پا بگیره، برای همین پاسپورت ما رو ضعیف کردن. خیلی چیز جالبیه بهتون بگم، یک هزارم کار ایرانو در جایی که الان هستم مثل جزر قناری که حالا جزی از خاک اسپانیا حساب میشه، یک کشور ایتالیا یا یونان، به ویژه حالا همین اسپانیا، چون شرکت های صهیونیستی به پررنگی کشورهای دیگر نیستن، شما میبینید اقتصاد مثلا اسپانیا، یونان، ایتالیا اینا رو زمین میزنن، چون این کشورها کشورهایی هستن که به هر حال تلاش کردن از نظر اقتصادی اقتصاد اورجینال خودشون رو داشته باشن. برای همینم اقتصاد کشورهای اروپای جنوبی رو به یه شکلی زمین زدن. این یه نکته‌ایه که من خیلی ناراحتم که صدا و سیما در مورد پاسپورت ایرانی میاد تحقیر میکنه، مسخره میکنه. ببین شما مثلا پاسپورتی که دارم مال سوئده و خب من باش تقریبا میتونم نزدیک 190 تا کشور برم، 170 خورده کشور میتونم برم و هیچ مشکلی هم از این نظر ندارم. بچه ها جلوه من دختره چه باز دارد بعد. ولی مثلا به نظر من اون وقتی که شما همه چیه مملکه شما، همون فرهنگ خورده، فرهنگ های سوئدی هم که داشتید، برای اینکه هژمون از نظر سلطه‌گرایی و منفیش دارم میگم، نه هژمون بار مثبت نداره. این هژمونی که میگم، هژمونی که در مورد ایران به کار میگیرم در باب مثبته. بذارید در مورد آمریکا اصلا هژمون نگم، در باره آمریکا زورگویی. کشورهای اروپایی به ویژه مثلا سوئد این زورگویی آمریکا رو پذیرفتن. خب آره میتونه پاسپورتش خیلی کشورهای دنیا بره، نه ارزش من اینو نمیبینم واقعا. حالا اینم فردا برنامه داریم خیلی در مورد صحبت خواهم کرد، بیشتر صحبت میکنیم که پاسپورت ایران پاسپورت بی ارزشی نیست و این چرت و پرتاییه که دارن میگن. خب من میبینم که کسی نه کامنت اینا، فکر کنم اینتر کامنت گذاشته و گفته این نتیجه لیاقت نداشتن است. ببین مورد رو بعد مستقی الان همین دکتر آبانین فیلم ها در اومده که یه دعوای چیز بوده، یه دعوای شخصی بوده و در مورد این دکتر آبانینی برام معلوم شد اون کسی که زده اصلا جزی از حکومت نبوده، یه مأمور دونپایه مال خود ساختمون بوده و اینم حالا
مسائلیه که بعضی هم میخوام چیزش کنن، شلوغش کنن دیگه. و یکی جا نمیدونه از نمیشناسم اون سایتی که میگی. گفتم چه اصلا اجازه بدید دوستان حرفای بدم ندارم. خب دوستان اگه اینترنت در مورد دخترم بوده، اولا من خبر ندارم، ولی امروز دو سه تا ویدیو، یعنی کل داستانو نمیدونم، ولی در مورد دختر آبادانی ویدیو در من خودشون پدرشون صحبت کردن، دعوای شخصی داشتیم، با چاقو و با اسید گویا رفتن در. من هیچی از جریان نمیدونم صحبت کنم، فقط میدونم کسی که زده جزی از این حکومت نبوده، تموم شد دادن. حالا من که نمیتونم در مورد اینجور چیزای دونپایه، به نظر من ببین این اتفاقی که افتاده، حالا به خاطر همین حرفی که زده میشه یه فیلمی میذارم تو ونکوور که ببینید زنه رو چجوری کتک میزن. این اتفاقات مصداقی رو که شما نمیتونید بیاین حالا خیلی بولدش کنید، خیلی بزرگش کنید، که اینا یه جوری عملیات روانیه. مگه قراره ما سر هر عملیات روانی، من در مورد مسائل ریشه‌ای تلاش میکنم برنامه بسازم صحبت کنم. در مورد یه بخشی خب جنگ روانی دارم با جریانات اپوزیسیون، یه بخشی هم در مورد مسئله ریشه‌ای برنامه می‌سازم. وگرنه عملیات‌های روانی صبح تا شب داره انجام میشه. حالا هر اتفاقی که میفته قرار نیستش که ما در سطح ملی بولدش کنیم در مورد صحبت کنیم. دقیقاً بحث دختر آبادانی، اصلا من کلیپ اصلی رو هنوز ندیدم. یه دو سه تا کلیپ امروز دیدم که دختر آبادانی داشت صحبت می‌کرد، برای من مهم نیست راستش. چون این اتفاقات اتفاقاتیه که در حقیقت میخوان حواس ما رو از بحث‌های اصلی تموم کنن. آبادانی و غیر آبادانی نداره، اصلا دختر آبادانی، دختر شمالی، دختر آذری، دختر تهرانی، همه دختر سرای چیز ما هستن، ناموس ما هستن. ولی باید ببینیم داستان چی بوده، الکی رگ گردن کلوف گردن و اینا. طبق تجربه سیاسی که من دارم اینا یک عملیات روانی است دیگه. ببینیم اصل داستان چیست. تموم شد و رفت. اصل داستان آدم باید متوجه بشه، بعد بیه در مورد صحبت کنه. اصلا اصل ماجرا زیر سواله. خب اکثر بدونه. برای هم من چیزایی تلاش میکنم، چیزایی که واقعا عملیات روانی علیه کشور میخوان درست کنم، اونم با این چیزای ساعتی که در همه جای دنیا پیدا میشه دیگه. حالا من برسم خونه یه ویدیو آماده باشید تا یک ساعت دیگه توی یوتیوب، توی هم تلگرام هم اینستاگرام اولام میذارم. یه خورده عزیزان با ونکوور کانادا بیشتر آشنا بشن. آره من نگهبان ربطی به نظام نداره که، حالا نگهبان بوده، بعد ببین داستانش هم چی بوده. به هر حال این دختر آبادانی همینجا، من اصلا میگم ماجرا رو نمیدونم، نمیخوام حرفی بزنم که بعد پشیمون بشم، ولی اونجوری که شواهد و قرائن و یا اعترافات امروز خودشونو من شنیدم، هم گویا چاقو رو که مطمئنم داشته، خودش گفت من چاقو داشتم، چاقو هم کشیده دسته یکی رو بریده، و هم میدونم که صحبت الان مطرح شده اسید هم داشته، هم اسید داشته هم چاقو داشته. بعدم این دختر آبادانی رفته در خونه مردم. حالا داستان چی بوده من نمیدونم، نمیخوام قضاوتم بکنم، برای من مهم نیستش که، یعنی اگه برام مهم بود میرفتم پیگیری میکردم ریز داستان رو در میآوردم. برای من مهم نیستش که ریز داستان بدونم چیه. خب حالا نه داستان چیه، برنامه مهم نیست واقعا. خب در مورد کنه برنامه احساس جهانی برای مردم هم برنامه بسیم. تو دیسکو نیستم، دیسکو پشت منه، اینجا که نشستم رستوران. حالا شم میرفتم دیسکو رو بهت نشون میدم. باورت نمیشه مثلا دیسکو برو نیستم، خدا شاهده. خیلی کم پیش اومده برم، اینقدر موزیک زیاده مغز آدم میتره که. خب یه جوری میگن انگار تو هیچ جای دنیا تا... نه اصلا این اتفاقی که داره میگن که اصلا اش زنا که تو ایران به نظر من خیلی خوب نسبت به زنای اروپا زندگی میکنن، این یه حقیقتیه، مثلا توی شک نکنی. زنای اروپا دیگه حالت زنانگیشون از دست دادن، چون انقدر کار میکنن اصلا طفلیا دیگه نه آرایشی نه چیزی. خب اون نظر راجب هفتم آبان چیست؟ هفتم آبان نظر من که مشخصه، ببینید هفتم آبان باید بالاخره، حتی خود روز هفتم آبان حالا بحثه، ولی برها برای یک روزی برای روز کوروش انتخاب بشه و خود نظام هم بیاد برگزار کنه و این داستانا رو از دست اپوزیسیون هم در بیاره دیگه. به حال کوروش بزرگ یکی از مهمترین ارکان باوری ما، تاریخ ماست، تو این زمینه هم شوخی نداریم.
حکومت بعد یه روزی رو انتخاب کنه و خود حکومت بیاد دست بگیره. اگر میخواد حالا هفتم آبان نباشه، یه روز دیگه باشه، ولی یک روزی رو بعد بالاخره حکومت انتخاب کنه، برگزار کنه دیگه. فتنه تو ایران، فتنه که ما همین الان فتنه این تو وسط فتنه این اتفاق میفته. سلام نصف زنه هم خود کل تیم خود حسن روحانی فتنه است. اون نصف زنه غربی توی زندگیشون به گفته داستانه خودشون بشه. بابا اصلا چی بگم در مورد زنه غربی، اصلا نمیتونی مقایسه کنی. سطح کیفی زنان ایران خیلی بالاتر از زنان غربیه. واقعا مشکلی که ما داریم یه حماقتی بوده در اتفاقات ابتدای انقلاب، اونم حجاب اجباری بوده. حجاب هم اجباری است. حالا من یه صحبتی رو شنیدم از آقای عباسی یا بعضیا، میخوام بگم حکم خداست. نه، اینا رو که ببین تو کت ملت نخواهد رفت، تو کت هیچ کسی که واقعا کار جدی فکری میکنه نخواهد رفت، حتی تو کت خود مذهبیایی که لول بالایی هم دارن نخواهد رفت. حجاب اجباری این قضیه بالاخره یه روزی باید درست بشه و این یه اشتباه و یه حماقتی بود که جریان تندرو در ابتدای انقلاب تحمیل جمهوری اسلامی کرده و حتی خمینی رو تحت فشار این قضیه قرار داد. در حال این قضیه باید درست بشه، ولی علاوه سطح کیفی زندگی بخوایم نگاه کنیم، خداییش زنان ایران سطح کیفی زندگیشون خیلی بالاتره. از نظر تحصیلی که بخوایم بگیریم، زنان ایران در بالاترین لول تحصیلی در ایران هستن نسبت به آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی. حالا نمیگم همه کشورهای اروپایی، ولی در مورد آمریکا و کانادا با ویژه آمریکا با اطمینان بهتون میگم لول تحصیلی زنان ایران با آمریکا اصلا خیلی فاصله داره. زنان ایران خیلی هاشون دانشگاه خوندن، درصد بالایی از دانشجویانی که کنکور رو رد کردن بالای 60-70 درصد زنان ایرانی هستن و زنان ایرانی 60-70 درصدشون دانشگاه رفتن، در حالی که در آمریکا این رقم به یه 10-15 درصد اگه بررسی کنی. حالا من آمار دقیق ندارم، ولی میدونم یه فاصله واقعا فاحشی وجود داره، چون بیشتر شهروندان آمریکایی چه دختر چه پسر مقطع دبیرستان رو تموم نمی‌کنن. یادتون باشه لیسانس در آمریکا یک مدرک فوق بالاست، در حالی که ما در کشورمون فوق لیسانس رو مسخره می‌کنیم و سریال درست می‌کنیم. این بارسونه اینجا دیگه ما خیلی جوره، قضای منو دیر داره میاره که آورد بالاخره. Están así para vista, para que no vaya a voltear la voz. Muchas gracias. Copy. No, copy. No. Gracias. Adiós. Gracias. ما یه دوتا با اجازه شما قضیه خوب گرفتیم، بریم حالش رو ببریم با همسر جان، این دوتا قضیه رو بزنیم و حالش رو ببریم. ماسکمون هم بزنی. حالا بچه‌ها دوست کنم بسنی نمیتونم بذاره. بریم به سمت خانه و کاشانه. خب دوستان دوست کنم میخواستم. ادیاس چاو. این هم دیسکو بفرم. البته الان توشه بزن دمه در دیسکو رد بشه. البته دیجیش الان بیرونه. یا این هم دیجی دیجی باحال. بذار یه چیز دیگه هم بهتون نشون برم. از اون ماشین ها که این شاخهای مجازی رد میشن. ماشین ها رو بهتون نشون برم. بایستا اون که کازینوه از این شب ماشین که اون رو بهتون نشون دارم. بیا این ماشینه، نگاه کن، ماشینه که اون ور خیابون پارک کرده. البته الان فکر نکنم انجام بدم، ولی کلا 2300 دلار یورو میدید میری اون تو اون ماشینه، 6-7 تا خانم هم میان بغلتون میکنن و دیگه فیلم میگیرن و شما برای بقیه باز میدید که آره مثلا این دخترها مثلا همه دور ما هستن و هیچ هر یه مش عقده این کار میکنن. حالا اینجا که ایرانی کمتر داره، ولی من هم همین ساعتا همیشه همه کارانه بودم که هم بوده کنه سانه بگم ترسیدم، ولی نه این اوپوتسیل برنده زیاد زر میزنن.
نهایتش دیگه گردن کلفتاشون که آموزش دیدن ما را اگه تو خیابون ببینن از دور اون ور وای میسن یه فوش میدن دیگه، خیلی جرأت داشته باشن میان جلوی ما یه تخم مرد میکنن دیگه، بیشتر از این جرأت ندارن، خاک تو سر بعد میخوان براندازی کنن. خب آه آه اینجا چه اوه خواننده زن آوردن، بیا اوه تولده بفرم. خب نه اینو بذارم قضیم توی یه ماشین. خب با شما خداحافظی کنم دیگه، یه خداحافظی کنیم حالش را ببریم. دمتون گرم، خوش گذشت. ماسکمونو میتونیم در بیاریم. خب دمتونم گرم. آره اینجوریه. بعد اینا بعضی از این شاخهای مجازی فکر میکنن خیلی بچه زرنگن که مثلا اینجور چیزها رو خرج میکنن مثلا به مردم ایران پوز میدن. من ایزم دختر بیزنسی که مثلا برای تو که چیز نمیشه، که اشغال نمیشه، که اینم بهتون بگم بعضی هم که فکر میکنن زرنگن با ده تا میگردن، اون روز گفتم بچه زرنگ اینه که با یه نفر ازدواج کنه با اون یه نفرم بمونه. آره قربونت برم. حالا این چیزایی که بعضی از شاخهای مجازی انجام میدن چندش آوره. ببینید خود اروپایی ها انجام نمیدن، خیلی ها انجام نمیدن. مثلا کارهایی که اون شاخ مجازی دو ست از این شاخهای مجازی که فکرم میکنن خواننده ان اسم نمیارم چون در شأن من نیست. بعد ببینید خیلی از خارجیایی که آدم حسابی ان پولشو دارن از این کارا به این جلفی انجام نمیدن، خیلی جلفن. یعنی بعضی از ایرانی ها نشون میدن که چقدر عقده ای ان و یه کارهایی که میکنن حالا آدم به هم میخوره. به هر حال قربونتون برم، دمتون گرم. برید عزیزم، برید که ما بریم که فردا در خدمتتونیم، برنامه داریم. دمتون گرم، بدرود.